حسابمون کمه. متشکرم. میخوام که قبل از هر چیز به آقای اسماعیلیون تسلیت بگم. این یک موضوع خیلی پیچیده است، چون که سوال اصلی اینه که ما خواستار دخالت بین‌المللی نیستیم، خواستار بمب‌باران نیستیم، خواستار تحریم‌های بیشتر نیستیم، اما بستن سفارتخانه‌ها، اگر سفارت‌های ایران رو در غرب ببندیم، اون وقت اونها هم سفارت‌های آلمان و فرانسه و دیگران رو در ایران خواهند بست، و اون وقت این یعنی که هیچ حضور بین‌المللی در خاک ایران نخواهد. حالا شاید بعضی بگن مهم نیست، ولی من میگم که ما نمیخوایم که انزوا داشته باشیم در این حد. شاید در آینده بشه سفارت ها رو بس، ولی اگر الان همین الان سفیران و دیپلمات‌های ایرانی رو اخراج کنیم، ایران هم متقابلاً پاسخ خواهد داد. و به نظر میاد که در این مقطع باید حداکثر تعامل بین‌المللی داشته باشیم، از فضاهای چند جانبه، کانال‌های دیپلماتیک استفاده کنیم. شما دیپلماسی رو که با دوستانتون انجام نمیدین. میخوام بپرسم که استراتژی این که بگیم سفارت‌های ایران رو ببندیم در غرب چیه؟ برای اینکه بدونیم، میدونیم که اونها مقابل به مصر خواهند کرد و اون وقت منزوی خواهند شد. و هر دوتون سریع لطفاً. ایرانی های داخل کشور دارن اینو میخوان. اونها میخوان که ملت های غربی، کشورهای غربی سفیران ایران رو اخراج کنن و سفیران خودشون رو فرا بخونن. بله، ممکنه که چند نفر رو برای مسائل اینتلیجنس و جمع‌آوری اطلاعات در ایران نگه داریم، ولی اگه اشتباه نکنم، سنم درست میگم؟ شما از نایاک هست، درست میگم؟ بودید. و نایاک برای مدت‌ها در واشنگتن مستقر بوده و همواره ارزش‌های اشتباهی رو از جانب مردم ایران بیان می‌کردند و دفاع می‌کردند. به دولت اوباما چنین می‌گفتند و بعداً دولت اوباما ابراز ندامت کرد از اینکه دخالت نکرد در اعتراضات ایران. و بحث، وقتی میگم دخالت، منظور دخالت نظامی نیست، بحث حمایت از مردم ایران هست. اوباما گفت که اشتباه کرده در حمایت نکردن از مردم ایران در طول اون اعتراضات خونبار. و حالا دولت بایدن همچنین باز متاسفانه بعضی از حرفهای نایاک در گوشش هستن و عقاید اشتباهی رو در ارتباط و به نمایندگی از مردم ایران ابراز میکنن. مردم ایران نیاز دارن به حمایت جامعه بین‌المللی، نیاز دارن که رهبران جهانی از اونها حمایت کنن، نیاز دارن که این رژیم سرکوبگر، سفیران این رژیم خونریز سرکوبگر اخراج بشن. ما میخوایم که اونها اخراج بشن و در نهایت بالاخره شما صدای مردم واقعی ایران رو بشنوید. خب من یه سوالی از شما دارم. شما الان چی میبینید وقتی که این سفارت ها باز هستن و سفیرا در ایران حاضر هستن؟ آیا شما هیچ تغییر رفتاری میبینید در ایران؟ دو روز پیش اونها یک پسر 10 ساله رو در جنوب ایران کشتن. 3 سال پیش 29 کودک رو در پرواز هواپیمای اوکراینی کشتن. 50 چند روز پیش 30 چند کودک رو کشتن. آیا شما هیچ تغییر رفتار میبینید؟ خب این از چه جور فشاری صحبت میکنه؟ از چه مذاکراتی دارین صحبت میکنین؟ اونها زبان دیپلماسی رو نمیفهمند. اونها بازیگران نرمال در عرصه دیپلماسی نیستند. یک مافیا هست که داره اون کشور رو اداره میکنه و شما باید این رو باور کنید. حامد و نازنین، خیلی متشکرم از هر دوی شما. و خب از شما خواهش میکنم که صحنه رو ترک کنید و بریم سراغ بخش دوم برنامه‌مون. متشکرم از هر دوی شما.